از نیمه شب گذشته نیروهای لشکر پنجم عراق به دستور نوری مالکی نخست وزیر این کشور و به درخواست ولی فقیه ارتجاع حاکم بر ایران با ستونهای زرهی شامل نفربرهای زرهی بی ام پی و زره پوشهای هاموی بخشهایی از شمال اشرف را به اشغال خود درآوردند. اما با ایستادگی دلیرانه مجاهدان اشرف روبرو شدند. شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌ای که امروز 14 فروردین صادر شده است اعلام کرد لشکرکشی و اشغال نظامی اشرف به یک منطقه کاملا غیر نظامی و خلع سلاح شده است ناقض قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی به ویژه کنوانسیون 4 ژنو است که اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نیروهای قذافی علیه مردم بیدفاع این کشور را تداعی می کنند. این اقدام سرکوبگرانه در راستای اجرای طرح‌های فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای سرکوب اپوزیسیون خود در شرایطی است که این رژیم با قیام مردم ایران مواجه است. مقاومت ایران دبیر کل ملل متحد، نماینده ویژه دبیر کل در عراق، سفیر و نیروهای آمریکایی در عراق را به دخالت فوری برای خارج کردن نیروهای اشغالگر از اشرف فرا می‌خواند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی صبح امروز 3 نامه‌های فوری به دبیر کل و مقامات زیرفت ملل متحد و همچنین به خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، ژنرال ماتس فرمانده سنتکام، جیمز جفری سفیر آمریکا در عراق، ژنرال لوید آستین فرمانده نیروهای آمریکا در عراق اشغال قسمت‌هایی از شمال اشرف با ستون‌های زرهی به دستور نوری مالکی را خواسته برنامه‌ریزی شده رژیم ولایت فقیه برای سرکوب اپوزیسیون خود در خاک عراق دانست و خواستار دخالت فوری آنها برای خارج شدن سریع نیروهای ارتش عراق از اشرف شد.
خانم رجوی در نامه خود خطاب به خانم کلینتون و دیگر مقامات آمریکا تأکید کرد ورود نیروهای مسلح به اشرف که یک منطقه خلع سلاح شده است برخلاف قوانین بین المللی است و مطمئنن شما شیوه های قذافی و از جمله اشغال نظامی کمپ پناهندگان را که 1000 زن مسلمان در آن مستقر هستند نمیپذیرید. از این رو مداخله فوری شما برای خارج شدن نیروهای اشغالگر نظامی از کمپ اشرف ضروری است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در همین رابطه نامه‌هایی برای سناتور جان مک‌کین، سناتور لوین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، خانم ایلیانا روزلهتینن، رئیس کمیته خارجی کنگره آمریکا، آدمل کرت، نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد و رئیس یونامی در عراق و خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد فرستاد و خواستار مداخله سریع آنها برای خاتمه دادن به اشغال بخش‌های شمالی اشرف توسط قوای زرهی نوری مالکی که نقض آشکار معاهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو است گردید.